با عرض سلام، قید و انواع مختلف آن. قید کلمه ای است که چگونگی فعل و صفت را در جمله وصف و تعریف می کند. وصف فعل مثل بوک آقا یخشه اشلایر، یاشار یین گدیر، من یواش گلیرم. وصف فعل چنان که در بخش قبلی بیان شد، جمله بوک آقا یخشلایر به شکل زیر تجزیه می شود. بوک آقا اسم است. اسمی است که از دو کلمه صفتی تشکیل می یابد. بوک آقا یعنی بوک یک کلمه، آقا کلمه دوم است که میشه بوک آقا. یخشه کلمه ای است که به شکل قید چگونگی کار بوک آقا را شرح می دهد. یخشه در واقع صفتی است که به شکل قید کار بوک آقا را شرح می دهد. سه اشلایر صرف فعل ترکیبی است که در زمان آینده نزدیک برای سوم شخص مفرد صرف شده است. ایش یعنی کار، لا علامتی است که اسم را در زبان ترکی به فعل تبدیل می کند. یر علامت آینده نزدیک کار هست، یعنی علامت زمانه که به سوم شخص مفرد صرف شده است. اشلایر یعنی کار خواهد کرد یا همیشه کار میکند. وصف صفت در فیلم و یا صفحه بعدی شرح داده میشود. قید علاوه بر تعریف فعل میتواند صفت اسم را نیز توصیف یا وصف کند. مثال: حسن چوخ یخشدر. وصف صفت: قید علاوه بر تعریف فعل می تواند صفت اسم را نیز وصف یا توصیف کند. مثال: حسن چوخ یخشدر. جمله حسن چوخ یخشدر به شکل زیر تجزیه می شود. حسن اسم، چوخ قیدی است که صفت یخشی را تعریف می کند، یعنی قید صفت را تعریف می کند. یخشه صفتی است که چگونگی اسم را بیان می کند. چهار دیر یا در صرف فعل ایمک برای سوم شخص مفرد می باشد. کلمه قیدی، کلمه قیدی همیشه در مقابل سؤال نجه، نجور، نصل بیان می شود. مثال: سوال بوک آقا نجور اشلایر، او نجور گلیر، یاشار نجور گدیر. جواب: بوک آقا چوخ یخشه اشلایر، او یواش گلیر، یاشار اخسایا گلیر. کلمات قید تکراری قیدی است که اسم و صفت را در جمله وصف می کند. مثال: حسن یواش یواش گلیر، نادر قاچا قاچا گلیر. در جمله مذکور کلمه یواش یواش و قاچا قاچ چگونگی و طریقه عملی شدن فعل گلیر را بیان می کند و بدین سان قید محسوب می شود. برای مثال دیگر به جمله بندی زیر توجه کنید. حسن هر گون سحر ساحات بشته گزمه گدر. با وجودی که در جمله فوق هر کدام از کلمات هر گون ساحات بشته از لحاظ دستوری نام مشخصی دارند، ولی همه آنها در رابطه با فعل مذکور قید محسوب می شوند، زیرا همه آنها نحوه و چگونگی عمل فاعل را بیان می کنند. مثال:
عباس چخ هوشلودور، عباس خیلی باهوش است. در جمله مذکور کلمه عباس اسم، چخ گید، هوشلو صفت است و دیر صرف فعل ایمک برای سوم شخص مفرد می باشد. اگر کلمه گیدی را از جمله حذف کنیم، مفهوم آن تغییر نکرده و به شکل کامل فهمیده می شود. مثال: حسن دونن ساهاس سکیزده گلده، یعنی حسن دیروز ساعت 8 آمد. کلمات گیدی همانند سایر کلمات از لحاظ ساختار و ترکیب به اشکال زیر به کلمه ساده و مرکب تقسیم می شود. در جمله مذکور حسن گلدی جمله اصلی است و کلمات دونن ساها سکیزده گید محسوب می شوند. کلمات گیدی همانند سایر کلمات از لحاظ ساختار و ترکیب به اشکال زیر به کلمه ساده و مرکب تقسیم می شود. مثال: گید ساده کلمه ای است که تنها یک جز دارد. مثال: اینده، یخشه، اوجا، سابا، سهر، آخشام. گید مرکب کلمه ای است که از ترکیب چند کلمه به وجود می آید. مثال: باشوجا، چخ یخشه، پیمپیس، یواش یواش، یام یواش و غیره. اگر کلمات قیدی با علامت جمع لر لار به کار گرفته شوند و یا در حالتهای تصریفی صرف شوند، در جمله اسم محسوب می شوند. مثال: برادا اخشاملار هوا سویوگ اولار. کلمات گیدی از لحاظ دستور زبان با اسامی مختلف زیر به کار گرفته می شود، مثل گید زمان، گید مکان و غیره. لطفاً به جدولهای زیر توجه کنید. لطفاً به صرف کلمات زیر در این جدول توجه کنید. الان ایندی سن اورادا دور من ایندی گلیرم، بعدن سونرا سن گیت من سونرا گلرم، سونرا گلجهیم. همیشه من همیشه یا همشه اورادا ایشلیرم، اکنون ایندی بو ایش شیمدی اولماز، بو ایش ایندی بیتمز، زود تز بوگن تز گل، به وقتا قلما، دیر گت، گت قلما وقتندا گل، به وقت اولدو، گت اولدو. کلمه ساده قید زمانی ایندی هاچان بایاگ. کلمه مرکب قید زمانی سحر اخشام، اخشام چاغه و غیره. کارگیری این کلمات توجه کنید. اینجا اورا، آنجا اورا یا شورا، بالا اوست، پایین آلت، جلو قباق، کنار یان یا کنار، پشت آرخا، پیش اون، عقب داله، بالا اوست، آغاز باش، انتها دیب، سون، آخر آخر، کنار و یا یان. کلمه ساده گید مکان قباق، داله، ایچره، یخاره. کلمات مرکب گید مکانی هر یر، اعداد در ترکی کاملا با قاعده است. ابتدا اعداد بزرگ و بعداً به ترتیب اعداد کوچکتر نوشته و یا خوانده می شوند. در زبان ترکی برعکس زبان عربی یا فارسی، اعداد جا و شکل خود را عوض نمی کنند. برای مثال 11 که 1
به شکل یاز در آمده و به جلو نیز کشیده شده است، در صورتی که در زبان ترکی چنین اعمالی یا چنین تغییراتی داده نمی شود. یعنی اعداد ترکی کاملا با قاعده است، اعداد ساده. کلمه ای است که ساده است ولی می تواند با خود عدد واحد و یا مقدار زیادی را بیان بکند. به کلمات این جدول توجه کنید. 1 بیر، 2 ایکه، 3 اوچ، 4 دورت، 5 بش، 6 آلته، 7 یتی، 8 سکیز. کلمات عددی مرکب: 11 امبیر، 12 اونیکی، 13 اونوچ، 14 اوندورت، 15 اونبش، 16 اونالته، 17 اونیتی، 18 اونسکیز، 19 اوندوکوز، 20 ایگرمی یا ایگرمی، 21 ایگرمی بیر، 22 ایگرمی ایکی، 10 ایگرمی، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. در آذربایجان 80 را عمدتاً 80 می‌گویند. کلمات جدول زیر نیز از چند کلمه ترکیب می‌یابد: 100، 100 و یا 100، 200، 200، 300، 300، 400، 400، 500، 500، 600، 600، 700، 700، 800، 800، 900، 900، 1900، 1900، 1001، 1001، 2000، 2000، 10000، 10000، 100000، 100000، 1 میلیون، 1 میلیون، 10 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد، 1 میلیارد. توجه: اگر کلمه دورت به شکل دورت و یا دورت و یا یتی به شکل یدی، کلمه سکیز به شکل سکیز و دوکوز به شکل دوگوز بیان شود، آسان‌تر می شود، چرا که در زبان ترکی 2 حرف هم نوع در کنار هم خیلی کم به کار گرفته می شود. به همین دلیل در ترکی استانبولی یکی از 2 حرف هم نوع را حذف می کنند. در دهه‌های گذشته پیرزنان و پیرمردان کلمات ایگرمی، آلتمش، یتمش و غیره را نمی توانستند به درستی تکلم کنند. در نتیجه آنها را به شکل ایچون، آلتون، یتون و غیره بیان می کردند، چه خیلی بهتر و ساده و منطقی تر از اصل آنها است. مفهوم اعداد در زبان ترکی سایه می باشد که از مصدر سایماگ مشتق شده و به شکل فعل صرف می شود. این فعل به شکل زیر در زمان حال برای ضمایر شخصی صرف می شود. مثال: من سایرم، سن سایرسان، او سایر. اعداد همانند سایر کلمات به وسیله پسوند لر لار به شکل زیر جمع بسته می شود. مثال: بیر لر، اون لار، یوز لر، مین لر، اون مین لر، میلیون لار، میلیارد لار و غیره. جمع بستن اعداد: بیر ایله ایکی، اولار اوچ، 10 ile 20 olar 30 ya eder 30. Kesr kerden adad:
20'den 5 çıxanda çıxarsan qalar 15'i ya 15. Zərb ədad 5, 5'ə zərb olsa olar 25. 5'i 5'ə vur olar 25. 5'i 5'ə çırp olar 25. یعنی در زبان ترکی همه اینها را میتوان بیان کرد و صحیح هستند. اعداد نامشخص از، چخ، ازلک، چخلوک، ازراک، چخراک اینها اعداد نامشخص هستند. برادا چخلر جا آغاز وار. برادا نگدر مال حیوان وار. کلمات عددی در جمله به شکل صفت. کلمات عددی در جمله به شکل صفت. اگر کلمه عددی در جلوی اسم به کار گرفته شود، صفت نیز محسوب می شود. مثال: یک آدم، اون دوه، بش آدم، یکی کشی. توجه شود که در جملات مذکور کلمه عددی مثل 5 و 2 اعداد مشخصی هستند که به شکل صفت صرف می شوند، ولی اگر به جای کلمات عددی از کلمه هر و یا کلمه چخ استفاده کنیم، آن کلمه به شکل اسم نامشخص به کار گرفته می شود. مثال: هر آدم بو ایشی گره بیلمز. هر آدم بو ایشی گرر، گره بیلر. کلمه هر اسم را نامشخص می کند. بیر آدم بو ایشی گره بیلر. بیر به شکل مشخص و نامشخص صرف شده است. اگر بیان شود بیری برایا گلجک، کلمه بیری به شکل اسم نامشخص بیان می شود، در صورتی که خود عدد بیر عدد مشخصی است. کلمه باش و یا کلمه بیر در زبان ترکی در شمارش آدم و در مواردی نیز در شمارش حیوانات بزرگ به کار گرفته می شود. مثال: بیز اوده ایکی باشد. بیز اوده بش باشد. منم یک باش اکزم وار. منم ایکی باش دوم وار. اعداد ترتیبی اعدادی هستند که به شکل منظم و مرتب پشت سر هم بیان می شوند. علامت اعداد ترتیبی حروف پسوندی اینجی است که حروف صدادار آن وابسته به آخرین حرف صدادار کلمه ما قبل خود می باشد و در صرف با هماهنگی بزرگ به شکل اینجی اونجو به کار گرفته می شوند. لطفاً به جدول زیر توجه کنید. بیر بیرینجی، ایکی ایکینجی، اوچ اوچنجی، دورت دوردنجی، آلتی آلتنجی، یتی یتینجی، ییرمی ییرمینجی، اوتوز اوتوزنجی، گرخ گرخنجی، یتمیش یتمیشنجی، مین مینینجی، ایکی مینینجی. کلمه 20 به شکل 20 نیز نوشته می شود. عددی که آخرین حرف آن صدادار باشد، در صرف یک حرف صدادار همراه حرف تکمیلی از آن حذف می شود. لطفاً به جدول زیر توجه کنید. لطفاً به کلمات این جدول توجه کنید. در این بخش اعداد ترتیبی به شکل مخفف شده به کار گرفته شدند، در صورتی که اصل کلمات بدین شکل می باشند. برای مثال: اصل کلمه ایکی ینجی، آلتی ینجی، یتی ینجی،
و چنان که اینجا ملاحظه می فرمایید این کلمات مخفف شده و امروزه بدین شکل بیان می شود. ایکی، ایکنجی، به جای ایکینجی، آلتنجی، به جای آلتینجی، یتینجی، به جای یتینجی صرف می شود. یعنی امروزه بدین سان به کار گرفته می شود. این اصل اعداده، چنان که ملاحظه می شود اینها اصل اعدادن و اینها مخفف شده اند که امروزه به کار گرفته می شود. این در واقع اصل کلمات هستند که مخفف شده اند. برای مثال بو اوشاق کلاستا اوچنجی اولدو، اولدو را به شکل اولدی نیز به کار می گیرند. بو شاگرد ده کلاستا برینجی اولدو، لاله خانم بو ایوده اوچنجی طبقه ده اوتورار و یا یاشایار.